محمود قربانی از خوشحالی خود و همچنین گوگوش و نوه هایش گفت. دوستان عزیز سلام، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بعد از اون روی زنگوله کناریش کلیک کنید تا شما اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینه و لایک میکنه و کامنت میذاره. محمود قربانی در آخرین ویدیویی که توی پیج اینستاگرامیش به اشتراک گذاشته، در اون ویدیو گفته که من بسیار این روزها خوشحالم چون نوه‌ام مایا چقدر خوشحاله و انرژی گرفته از اینکه مادر بزرگش گوگوش اون رو به کنسرتش دعوت کرده و در اونجا چقدر خوب به هم انرژی دادن و وقتی گوگوش اون رو دعوت میکنه روی صحنه میگه که ببینین قدش اندازه من شده، یه جا هم گوگوش میخونه و با هم همصدا میشن و چندین صحنه‌های جالب دیگه که بین مایا و گوگوش انجام میشه که خیلی خوشحالم از اینکه گوگوش این کارو کرده و با نوه‌هاش ارتباط برقرار کرده. همچنین دارا هم توی این کنسرت دعوت بوده ولی به خاطر مریضی که داشته نتونسته شرکت کنه. در ادامه محمود قربانی گفتش که من تشکر میکنم که برای روحیه اونها این کارو کرد چون نوه های گوگوش مطرحن و همچنین بیشتر گفته میشه که نوه های گوگوش و هیچکی نمیگه که نوه های محمود قربانی. و مایا هم همیشه میگه که عاشق گوگوش هستم و از عشق خودش نسبت به گوگوش همیشه میگه. همچنین گوگوش از این عشقها زیاد داره ولی خب خوشحالم که ارتباطشون خوب شده و به قدری صحنه‌های قشنگی با هم اجرا کردن که حد نداشت و همه تماشاچی هم از اینکه مایا رو دیدن لذت بردن. در ادامه گفت در هر صورت خیلی خوشحال شدم و گوگوش حرکت زیبایی رو انجام داد و مایا به قول کامبیز خیلی انرژی گرفته و به دنبال کاراش میره و عین فرفره شده و همچنین چون از قد و قواره خیلی خوبی برخورداره جز مانکن‌های درجه اول خواهد بود و این برای کامبیز و همچنین برای من افتخار بسیار بزرگیه. برای کامبیز به خاطر اینکه هم برای اونها مادر بوده و هم پدر بوده و همچنین خانه‌دار بوده خیلی افتخار بزرگیه. همچنین کامبیز همیشه میگه که عشق این دوتا بچه رو داره و من هم به کامبیز بابت همچین بچه‌هایی که بزرگ کرده تبریک میگم. همچنین محمود قربانی در مورد انرژی گرفتن بچه‌ها از بزرگتراشون گفت. اون گفتش که آرزو میکنم پدر مادرهایی که وجود دارن همچنین مادر بزرگ و پدر بزرگایی که هستن کاری انجام بدن که در واقع به بچه ها انگیزه و امیدواری بده. او گفت چون که این بچه ها هستن که از ما انرژی میگیرن و شاید ما بزرگترها نتونیم که اون انرژی کافی رو از بچه ها بگیریم و از نوجوانا بگیریم و ما باید کاری کنیم که بچه ها از ما انرژی و انگیزه بگیرن. آقای قربانی در چندین بار متوالی طی این ویدیو از خانم گوگوش به خاطر دعوت و همچنین روحیه‌ای که به بچه ها دادن تشکر کردن و همینطور در آخر ویدیو گفتن که انشاءالله همه پدر و مادرها در سطحی رفتار کنن که بچه ها به پدر و مادرشون افتخار کنن. مایا قربانی متولد دهه 80 فرزند کامبیز قربانی که در حرفه مدلینگ فعالیت داره هست. ایشون در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنه و یکی از مدل‌های بلند قد محسوب میشه. مایا قربانی نوه خواننده معروف و صاحب امتیاز شبکه ماهواره من و تو فائق آتشین با نام هنری گوگوش میباشد. مایا فرزند کامبیز قربانی تنها به سر گوگوش می باشد که چند سالی است وارد صنعت مدلینگ شده و با انجام ورزش های خاص و سنگین اندام خود را برای این حرفه آماده کرده. او یکی از مدل های لاغر اندام در صنعت مد محسوب می شود. نام او همواره با حواشی بسیار زیادی روبرو شده
مایا قربانی تا به امروز در حرفه خودش موفق بوده و انتظار می رود که در سالهای آتی نام پررنگ تر شده و رتبه بهتری در رده بندی های جهانی پیدا کنه. چهره و اندام او برای حرفه مدلینگ بسیار مناسب می باشد. برعکس تمام مدل هایی که در خارج کشور زندگی می کنند، مایا تنها کسی است که نام او در فهرست های معتبر دیده می شود. از جمله حواشی‌هایی که در مورد مایا قربانی در اینستاگرام بیان شده، عکسی بودش که از مایا قربانی نوی گوگوش و مدلینگ شدنش توی فضای مجازی دست به دست شد که لاغری بیش از حد او واکنش‌های زیادی رو در پی داشت. عده‌ای بر این باور بودن که این نوع لاغری نوعی فقر غذایی و بیماری محسوب میشه و عده‌ای دیگه طرفدار این سبک و استایل بودن که حواشی زیادی رو به راه انداخته بود. یکی دیگه از حواشی که در مورد مایا قربانی خیلی مورد جنجال قرار گرفته بود در رابطه با رابطه عاشقانه او با یک رپر ایرانی بودش. مایا با وارد شدن به دنیای خوشپوشی بخت خود را توی این سوی دنیای هنر آزمود. او در میان نوجوانان ایرانی هم طرفدارای خیلی زیادی داره که هرچند اخیراً با اظهار نظر در مورد رپر ایرانی کاردو هواداران این هنرمند جنجالی را از خودش رنجوند. او درباره شایعه رابطه عشقی خودش با این خواننده در یک گفتگوی زنده در اینستاگرام گفت که این خواننده را نمیشناسه و هیچ ارتباطی هم با او نداره. همچنین مایا قربانی ارتباط خودش رو با دنیای موسیقی ایرانی در ایالات متحده محدود کرده. پدرش کامبیز نیز مدت هاست دیگه فعالیت هنری تو این زمینه نداره. مایا نیز برای آینده حرفه‌ای خود نگاهی به موزیک ایرانی ندارد، اما میتوان امیدوار بود دوباره او را در موزیک ویدیوهای مادر بزرگش ببینیم. هرچند مایا نشان داده که هدف خود را نه برای مخاطبین ایرانی بلکه با زاویه بسیار بازتری در دنیای مد و خوشپوشی جهانی نشانه گرفته است. دوستان عزیز، لطفاً نظراتتون رو راجع به این موضوع توی قسمت کامنت به صورت انگلیش برای ما بنویسید و لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید و بعد از اون روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و روی زنگوله کناریش کلیک کنید و همچنین بعد از اون روی آل هم کلیک کنید و لایک و کامنت رو لطفاً فراموش نکنید. لینک این ویدیو و مجموعه کانال ما رو توی فیسبوک و توییتر و در گروه‌های ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا و انگلیس و استرالیا و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر کنید و ممنون از اینکه تا به اینجا با ما همراه بودید و منتظر ویدیوهای جدید ما از کانال نیوز تیوی باشید.